هموطنانم، شما هر روز با این مسائل روبرو هستید. تنها راه نجات همبستگی است. تا بر این اهریمنان که با زور کشور ثروتمند ایران را این چنین اشغال کردند پیروز شدند. میبینم روزی را که میلیون ها نفر از فدایان ایران و عاشقان این سرزمین در کف خیابان ها این تازی صفتان را شکست دادند. اطلاع رسانی کنید، سازماندهی کنید، از نزدیکترین دوستان و آشنایان استفاده کنید. گروه های 3 تا 5 نفره تشکیل دهید. هوشیارانه سر تا سر ایران را شعار نویسی کنید و فقط یک راه را دنبال کنید. از آنچه که شما را در گذشته نگاه می دارد دوری کنید و حرف های تکراری را کنار بگذارید. کاری را که رسانه ها برای باقی ماندن خیش و اخاذی کردن از این مردم دستنگ انجام می دهند و آنها را بی برنامه روی هوا رها می سازند، دوری بجویید و نیروی خود را دو چندان به روی سازماندهی کردن و همبسته نمودن هموطنان دیگر انجام دهید. شعار نویسی که در این زمان برای شناسایی و معرفی جنبش فدایان ایران هست را ادامه دهید تا به یک همبستگی ملی میهنی هرچه سریع تر دست پیدا کنید. بدانید و آگاه باشید که هر چقدر کار بیشتر و درستر انجام دهید، زودتر و سریعتر به مقصد خواهیم رسید. دیگر شهروند ایرانی را همچون خانواده خود بدانید و به کمک آنها بشتابید. به این شعر بزرگ هم توجه نمایید و عمل کنید. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. مردم دانا و متحد شکست نخواهند.